دکتر داود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی، تشکر که بر ما فرصت گفتگو را فراهم نمودید. جناب وزیر صاحب، بحث ما را شروع میکنیم از اینکه رابطه بین توسعه و سکتور ترانسپورت. بسم الله الرحمن الرحیم. البته قبل از اینکه به سوال شما پاسخ ارائه کنم، سلام خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون خورشید داریم. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که یک رابطه بسیار تنگ و تنگ است بین توسعه و ترانسپورت. یعنی ترانسپورت یگانه چرخه‌ای است که میتونه در توسعه کشورها، در رشد در توسعه و اقتصاد کشورها رشد بسیار اساسی داشته باشه. به این معنا اگر ما ایره مقایسه کنیم با این که خون در رگ‌های بدن و در زندگی انسان‌ها چقدر نقش داره، ترانسپورت و ارتباطات هم این همین نقش میتونه در توسعه اقتصاد یک کشور و یک جامعه رول بسیار اساسی داشته باشه. همین خونه که شما مطرح کردین، چقدر در افغانستان سکتور ترانسپورت تانسته نقش خونه در بدن توسعه انکشافی اقتصادی افغانستان بازی کنه؟ هر قدر توسعه که شما بر فلند افغانستان میبینین از خاطر ترانسپورت است، یا بگوییم که ترانسپورت وسیله شده به خاطر رشد و توسعه. اگر شما سرک نداشته باشید، افغانستان را دورترین نقطه‌ش یا دورترین قریه‌ش به مرکز ولسوالی و مرکز ولسوالی به مرکز ولایت، ولایت را به پایتخت وصل نکنید و پایتخت به بیرون از افغانستان وصل نکنید، هیچ گونه توسعه‌ای به وجود نمیاد. اینمی تا جایی که تلاش شده در طول همی 10 سال، اینمی ارتباطات تامین شده، توجه کردین، همی ارتباطات قریه به اصطلاح به مرکز ولسوالی، مرکز ولسوالی به مرکز ولایت، مرکز ولایت به پایتخت افغانستان و پایتخت افغانستان و بیرون از افغانستان، این از طریق ترانسپورت تامین شده و به می خاطر هست که هر قدر رشد، یعنی جی دی پی که شما از بخاطر رشد ترانسپورت در هر کشور دیگه و در افغانستان یکی از نکات بسیار مهم است که ترانسپورت رول اساسی بازی کرد. درباره جی دی پی گفتن، چند فیصد جی دی پی مردم افغانستان از سکتور ترانسپورت می و در این زمان چقدر پول خصوصا در بودجه انکشافی وادی دولت سکتور ترانسپورت دولتی، خصوصا عوایدی که از طریق سکتور ترانسپورت میشه اضافه میکنند؟ دقیقاً 3-6% رشد در جی دی پی نقش داره به اصطلاح عواید ترانسپورت، و عوایدی که ترانسپورت به اصطلاح در سال 92 به خزانه دولت تسلیم داده حدود 5 میلیارد افغانی هست که حدوداً 100 میلیون دلار میشه. 100 میلیون دلار سکتور ترانسپورت کمک میکنه. ده. ما در افغانستان بدون شک در طول 12-13 سال سرک های زیاد داریم، چندین شرکت های داخلی داریم که پرواز دارن به بیرون از افغانستان، همچنان شرکت های بین المللی داریم. یک بحثی که همیشه سوال میشه بین شهروندا که آیا یک وقت خواهد شد که مردم افغانستان سیستم مترو داشته باشند، خط آهن داشته باشند، و این هنوز هم شاید یک آرمان برای همیش مانه؟ یک آرمان نیست. به هر حال در افغانستان در ترانسپورت متاسفانه یکی از یک دیست و از یک اداره نمیشه. ما زیربناهای ترانسپورتی رو وزارت فایدامه میسازه، یعنی سرکا وظیفه وزارت فایدامه هست، خط آهن هم وظیفه وزارت فایدامه هست ساخت سازش. اما این رابطه هم در افغانستان کارهای صورت گرفته. فرضاً شما اولین خط آهنی که از بندر حیرتان الی شهر مزار شریف عملاً این فعال شده و بحث امی معادن افغانستان که به اصطلاح در ساحات مختلف است، یعنی ما در صورت میتونیم از این معادن استفاده کنیم که خط آهن ما فعال شود. روی از این کار جدی صورت گرفته. پیشتر ما یک جلسه داشتیم امروی رئیس خط آهن و هم کمپانی که اونا وظیفه گرفتن مطالعات اقتصادی زیریا و مطالعات فیزیبل استادی زیره که در سمت شمال افغانستان که چه قسم به اصطلاح از طریق تاجیکستان افغانستان وصل شده و همچنین به طرف جنوب که در پاکستان وصل شده و به طرف غرب که در ایران وصل شده، روی از این کارهای جدی صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که اگر براتون یک تخمین بگیم در ظرف 5 سال آینده همین نقطه هایی که ما افغانستان بتونه از طریق خط آهن با کشورهای همسایه و از این طریق به دنیا وصل شوه، امکان ازی وجود داره. در رابطه با مترو، البته بحث‌های زیادی در این رابطه بین شاروالی کابل شما می‌بینید که مترو معمولاً در شهرها فعالیت میکنه. بحث‌های زیادی در این رابطه بین وزارت ترانسپورت و شاروالی صورت گرفته. شاروالی کابل یک بحث یک مدت داشته که اونا با مطالعاتی که از کشورهای دیگه داشت که اینجا یک مترو بسازه، ولی تا هنوزم
ما فکر نمیکنم که ایگار بسیار جدی سرش کار شده باشه و عملا کار شروع شده باشه با موقعیتی که ما شهر ما غیر پلانی رشد کرده و به اصطلاح مشکلاتی که ما در شهر داریم مترو از نظر از ما فکر نکنم که زودترین وقت بتونه افغانستان به او. یعنی دلیلی است که شهر ما به شکل استانداردش اعمار نشده و ایجاد خط مترو یک دلیل همیست، یک دلیل با یک بودجه بسیار گزاف را میخواهد، یک بودجه بسیار گزاف را میخواهد که اگر به اصطلاح مطالعه اقتصادی از این صورت بگیره که چقدر به اصطلاح این مفیدیت داره، بعد از اون بودجه که سر از این مصرف میشه مفیدیت از چقدر است، او باید یک مطالعه اقتصادی جدی سر از این صورت بگیره. این کار شاروالی است. وزارت اقتصاد ترانسپورت نیست. نه، این کار شاروالی است. و در ارتباط با شرکت های هوایی از شما پرسان کنم، ما چندین شرکت داخلی داریم و همچنان چندین شرکت بین المللی کار میکنن، ولی سوال اصلی هیچ است که شرکت های داخلی ما به چند کشور محدود حق پرواز دارن، به کشورهای دورتر مثل اروپا فکر کنم ندارن فعلا، یا آمریکا ندارن، یا به کشورهای دیگه، فقط دبی، هند و ترکیه و چند محدود همسایه دیگه. دلیلی که شرکت های خصوصی ما از داخل افغانستان نمیتونن رقابت کنن با شرکت های بین المللی دلیل میاری بودنشان است، یا اینا سرمایه لازمه ندارن، و یا هم کدام مشکل دیگه است؟ مشکل در میاری بودنش نیست، به خاطر که میارایش از طریق اداره هوانوردی یا بخش هوانوردی کنترل میشه. طبعا اگر میاری نباشه اونا اجازه پرواز رو هم نداره و به اون کشورهایی که پرواز میکنه اونا هم اجازه نمیده. مشکل اساسی در امو سرمایه‌ای که به نیاز باشه که نه با شرکت‌های کلانی به اصطلاح بین المللی رقابت کنه، اونم سرمایه را نداره. توجه کردیم فرضاً یا نمیتونه با اماراتی که یک سرمایه بسیار هنگفت داره، همین سال گذشته در حدود 50 الی 100 تیوره به اصطلاح 777 اونا آدر داد برای خریدش به اصطلاح، نمیتونه با اونا با اونم سرمایه‌ای که وا داره یا رقابت نمیتونه. توجه کردیم مشکل اصلی در ای است، در معیار و در مسئولیتش. ای اگر باشه باز وزارت اجازه نمیده. مشکل در سرمایه است که یا یک مقدار سرمایه را از بانک قرض کرده، یا از بانک قرض کرده، یا یک مقدار سرمایه را خودش داشته، آمده یک چند تیاره محدود را به اصطلاح خریده و همین فعالیت ها را میکنه که میتونه در کشورهایی که فعلا فعالیت میکنه در اون کشورها پرواز کنه. البته طرح ما در این رابطه خوبتر است که ما یک در واضح تر صحبت کنیم. ما چندی قبل به اصطلاح از اینا تقاضا کردیم، همیالا من نظرم به می است که این شرکت ها میتونه کلگش یک جایش و یک شرکت قویر به وجود بیاره که بتونه با اونا رقابت کنه، ولی هر کدام از این محدود تنها با این سرمایه کمی که داره نمیتونه با اونا رقابت کنه. بحث پرواز را که مطرح کردین، البته در اتحادیه اروپا شما در جریان هستین که از مدت ها قبل، یعنی 3 سال قبل اتحادیه اروپا، اونا باز شرایط سر افغانستان مانده بود که یعنی شرایط را باید شما برآورده کنید، باز ما اجازه میدیم. این از نظر مسئولیت به اصطلاح باز شرایط از طرف افغانستان مانده بود که شما این را برآورده کنید، باز ما اجازه میدیم. شرایط چی بود؟ ما متاسفانه در طول چند سال در هوانوردی افغانستان کارهای زیادی صورت نگرفته بود. شرایط اول این بود که قانون و مقرره افغانستان بسیار کهنه است، باید جدید شود. دومی بود که از ظرفیت هایی که در وزارت بخش هوانوردی افغانستان است، این ظرفیت ها یک ظرفیت های بسیار کافی نیست برای اداره هوانوردی افغانستان، و همچنین تأسیس یک اداره هوانوردی رو اونا خواهان ازی بود که یک اداره هوانوردی مستقل باید ایجاد شود که مخصوص وظیفه‌اش سر هوانوردی باشه، یعنی کنترل بتونه او هوانوردی را، شرکت های هوایی را، پروازها را، مسئولیتش، یعنی موارد را. ما با اونم شرایطی که سر ما مانده بود مدت طول 3 سال شرایط پوره کردیم. ما امیدوار هستیم که در ظرف 2 ماه یا 3 ماه آینده ما از وقت تقاضا کنیم که به اصطلاح پرواز به ما اجازه بده که ما بتونیم. البته یک بحث است که تیاره که از افغانستان پرواز میکنه، اگر تیاره را یک شرکت به اصطلاح یک تیاره یک کشور دیگر به اصطلاح بیاره که قبلا هم بودن و رو کرایه کنه، میتونه پرواز کنه. هم تیاره یک مربوطی خودی هوانوردی افغانستان است، اونا یک شرایط رو وضع کرده بود که شرایط پوره شده. ما امیدوار هستیم بعد از 2 ماه 3 ماه تیاره ما بتونه شرکت های ما به اروپا پرواز کنه. اکثرا گفته میشه که تیارهای را که شرکت های خصوصی ما چارتر کردن یا کرا گرفتن از کشورهای دیگه یا شرکت های دیگه، معمولا تیارهای دست دو هستن، کهنه‌تر هستن. شما بله. مسئول وزارت ترانسپورت و هوانوردی متوجه جزئیات هستن که باید تیارها معیاری باشه، حداقل هر 6 ماه من این فهم 1 سال از باید اینا چک شون،
تا موادساتی را که در قبلا داشتیم یا در بیکیفیت بودن پروازها یا تیارا و یا هم سبب ثانیه‌ای نشه. شما متوجه از اینکه کاملا ما در اداره هوانوردی یک ریاست داریم برام ریاست مسئولیت پرواز و یک تعداد اینسپکتورها داریم که اینسپکتورهای مسئولیت پرواز است. شما اگر میدان هوایی کابل گاهی وقت رفته باشین میبینید که این اینسپکتورها وظیفه‌اش است که تیارات کنترل میکنه، اسنادش کنترل میکنه، چکش کنترل میکنه، کسی چک یا کمپلیت چک، اینا باید هر 6 ماه و چه کار شد و تمام اینا رو کنترل میکنه. یک از شرطی که اتحادیه اروپا سر ما مانده بود امی بود، نه که شما باید قبلا اگر تفصیل صحبت کنیم قبلا اینج اینسپکتورهای خارجی بود که می کار میکرد، توجه کردین برای افغانا. ما وقتی که در این وزارت مسئولیت گرفتیم آمدیم که اینسپکتورهای خارجی هر کدومش $21,000 معاش داشت، توجه کردین امی کار میکرد. 3 نفر اینسپکتور خارجی بود امی کار میکرد. ما فکر کردیم که این ماش از نو از هزینه وزارت هزینه دولت بود، هزینه افغانستان بود. ما فکر کردیم که تا کی این خارجی های کار بکنه، یک روزی باید خود ما کار بکنه و دویم افغانستان از نظر بودجوی تحمل پرداخت میخ ماشن گفته نمیتونه داشته باشه و تنها ماش نداشت، باز مسئله الانسایش بود، دیگه مواردی بود. ما این اینسپکتور رو رخصت کردم، قرارداداشی قطع کردم، یا رخصت کردم، گفتیم ما باید خودی ما بسازیم، سر پای خود استاد شویم. با این اینسپکتور از اتحادیه اروپا بود، امیا رفت به اتحادیه اروپا راپور داد که ما در افغانستان بودیم که مسئولیت تیاره یا مسئولیت پروازها را کنترل میکردیم. هوانوردی افغانستان دیگه اینسپکتور مسئولیت پرواز نداره، به او خاطر تیاره افغانستان اجازه ندیم که اروپا بیاید، توجه کردن. یک بحث بیزنسی هم بود، تجاری هم بود، چون قرارداد از اینجا قطع شده بود. ما رفتیم در خودیم در کمیته مسئولیت اتحادیه اروپا گفتیم بله، اما این اینسپکتورای مربوط شما بود، امیار ما رخصت کردم. دلیلش هم روشن است که تا کی این خارجی بر ما کار کنه، تا ما خود ما یاد نگیریم با این هزینه بلند، تا خود ما به اصطلاح یاد نگیریم، تا خود ما این وظیفه را جا نکنیم، این به از به اصطلاح انگلیسی که بر ما سستینبل نیست، بر ما دوامدار نیست، بر ما یعنی نمیتونه ثابت باشه، توجه کرده. به هر حال ما بعد از او تلاش کردیم که خود افغانا را با آموزش روان کردیم، پیلوتای سابقه را پیدا کردیم، آل هر نوع اینسپکتور که هر نوع تیاره را به اصطلاح اونا چک کنن، متخصص هستن، بله. فنی هستن، بله. توان ازیر دارن، توان ازیر دار است، سرتیفای است و پول زیاد هم نمیگیرن. نخیر هر کدامش بیچاره است در حدود. پس به این معنا که اتحادیه اروپا یک نوع قصد گرفت از دولت افغانستان و از مردم بله. افغانستان، بله، بخاطر این اینسپکتور ها، همون اینسپکتور ها رفت این راپور داد که ما خود ما می کار میکردیم، چون قراردادهای ما رو اونا قطع کرده، دیگه در افغانستان یک اینسپکتور پرواز نیست که کنترل کنه، شما اجازه ندید. ما امیرم قبول کردیم، ولی نتیجهش این شد که ما امروز سر پای خود استاد هستیم و ما خودمون. یک بحث دیگه که مطرح است، متاسفانه افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد تولید میکنه و بسیاری وقتا بحث انتقال مواد مخدر چی از راه زمین چی از راه هوا مطرح میشه. شما چقدر کنترل دارین که از طریق تیاره هایی را که شما جواز دادین مواد مخدر انتقال پیدا نکنه؟ طب ما در طول 3 سال که ما مسئولیت وزارت به دوش ما هست، شما شاید یک حادثه را نشنیده باشید، یک حادثه را که از یک تیاره ما به اصطلاح یک مثقال یا مواد مخدر گرفته شده یا اسلحه یا چیزی. ما در طول مدت پرواز ما به ترکیه هست، به دبی هست، ما سیستم دبی میبینید، به هندوستان هست، به چین هست، به عربستان سعودی هست، به کشورهای مختلف هست. در طول این مدت یک حادثه اینی ما نشوندیم که پیش از او شده بوده؟ پیش از او بله، پیش از او دلیل البته اون یک دلیل داره که چرا نشده بر فعلا، به خاطر از اینکه دو نکته بسیار مهم ده هوانوردی است، یکی مسئولیت است، یک امنیت است، توجه کردین، سکیوریتی اند سیفتی که میره اصطلاح انگلیسی بله. است، این دو تا لازم ملزوم هم دیگر است. به این معنا این یکی از شرایط سازمان بین المللی هوانوردی است. سازمان بین المللی هوانوردی مقرش در کانادا هست، در شهر مونتریال. هر کشوری که فعالیت های هوانوردی داره عضویت از اون داره با. او بر کشورهای عضویت میته که نمی دو شرط باید آماده کنه، سکیوریتی و امنیتی، یعنی بخش امنیتی با. یعنی موارد است که شما در میدان هوایی کابل میبینید که بچه های افغان جوان است، یعنی از طریق اسکرینینگ یعنی جدی کنترل میکنه که چنین حادثه صورت نگیره. پیش از اینکه سال 2014 شروع شد، ما تقریبا در ماه 4 سال 2014 هستیم، همه مردم ترس داشتن از 2014،
و چندین دفعه گزارشات آمد که صدها میلیون دلار پول نقد از طریق هواپیماها بیرون کشته شده. فکر میکنین که اینا یعنی وزارت شما نتونست که جلو از این پولای انگفته بگیره و اون پولا به شکل قاچاق از کشور بیرون شد؟ او بحث گمرک است دیگه، این مربوط به ما نیست. یعنی پول که میبره، پول که بیرون میبره، این بحث گمرک افغانستان است. ما وظیفه ما کنترل مواد مخدر است، کنترل اسلحه است، اینی چیزاست که ما کنترل میکنیم که بیرون نه. پول که بیرون میره این بحث گمرکات است، بحث گمرک است که به اصطلاح ایره باید یعنی وزارت ترانسپورت هیچ مسئولیت نداره هر قدر پول بیرون میشه؟ نه خیر، ما فقط میبینیم که دمی محموله ای که این داخل تیاره میره به اصطلاح داخل تیاره مواد مخدر نباشه، اسلحه نباشه، مواد انفجاری نباشه. پول شما نیست. پول هر کسی که اونجا به اصطلاح یعنی گمرکات و وزارت مالیه مسئولیت زیاد داره که باید جواب از بده. درباره پروازهای داخلی بسیاری وقتا مسافرین میگن که مثلا یک نوع تبانی بین شرکت‌های خصوصی و دولتی است که همگی تکت‌های خود مثلا کابل هرات 100 دلار می‌فروشند و هیچ نوع رقابت بین شرکت داخلی که ما آریاناست و شرکت‌های خصوصی نیست. اگر اسنام در 2-300 افغانی شاید زیاد نباشه. نه خیر. اینا قیمت‌ها رو خود از اینا تعیین می‌کنن یا وزارت هم نقش داره؟ نه خیر. ایره وزارت نقش داره. ما یک ریاست داریم به ریاست قوانین معاهدات. اون ریاست وظیفه‌اش است که هر 6 ماه با تمام مسئولین شرکت‌های هوایی میشنه نظر به یکی مصارف چقدر بالا رفته، تیل تیاره چقدر بالا رفته، یعنی تمام یعنی موارد سنجیده میشه، برش قیمت تعیین میشه و این قیمت ابلاغ میشه به تمام شرکت‌هایی که تیکت‌های اجاره میفروشه، به تمام به اصطلاح نمایندگی‌هایی که تیکت‌های اجاره میفروشه. هر شرکتی یا هر نمایندگی که از این قیمت تخلف کنه طبعا مورد پیگرد قرار میگیره. و این 5000 افغانی یا کم بیشه که از یک طرف یک شهروند ما از کابل به هرات میره یا متو به مزار یا جلال آباد یک قیمت منصفانه است یا زیاد است؟ بسیاری کسا میگن بسیار زیاد است. نه این ترس یک بحث است. مشکل ما اگر مقایسه کنیم فرضاً افغانستان با کشورهای دیگه، تیل ما بسیار قیمت میگیریم. یعنی یک تون تیل تیاره در کابل که میرسه در حدود 16 دلار است. یک مقدار اینمی مسائل تاثیر میگذاره سر قیمت های تیکتا. اگر در ایران سعی کنی 900 دلار است، در دبی هم پایینتر بالاتر و میقدر در هند هم در جاهای دیگه. به او خاطر یک مقدار سر، ولی با نظر به مصارفی که سر از این شرکت های هوایی ما یک قیمت نیست. این ریاست مربوطه وزارت ترانسپورت در تلاش است که بتونه مردم رو کمک کنه، ولی این قیمت منصفانه است، از این بیشتر نمیتونن کم کنن. درباره ترانسپورت شهری گپ بزنیم، بخصوص بندرها یا بگیم ترانسپورت زمینی، بسیار وقتا بعض زیاد میشه که خیلی رشوت خوری زیاد است، پول دولت حلف مل میشه در بندرها، پول به خزانه دولت نمیرسه. شما گفتن که در حدود 100 میلیون دلار سکتور ترانسپورت به دولت افغانستان کمک میکنه و همچنان مثلا ترانسپورت هوایی که از خطر مصطلح دقیقش، یعنی ما تیارهایی که از سر خاک افغانستان از فضا افغانستان تیر میشن، پروازهای بوری، خیلی میگن دستپاچوری زیاد است، پولخوری زیاد است، رشوت زیاد است. من نمیفهم بررسی شما از وضعیت وزارتخانه چی است؟ در بخش هوایی چون که همساحات محدود است، فرضاً بخش هوایی پروازهای عبوری را هیچ گونه تخلف یا اصطلاحی که شما به کار بردین دستپاچوری نیست، توجه کردین به خاطر از اینکه از طریق یک سازمان به نام آیاتا با او قرارداد شده، توجه کردین، و هر پروازی که از فضای افغانستان عبور میکنه ثبت میشه، توجه کردین؟ بله. ثبت میشه و شرکت بین المللی است. بله بله، ثبت میشه، باز ما او سازمان که است بلش روان میکنه به او شرکت، او شرکت پس پول به او سازمان روان میکنه، او سازمان در بانک روان میکنه، در بانک دفتر با حسابی که برای سازمان چه شده به او حساب روان میکنه. یعنی سیستم کامپیوتری است، در یک کلمه خدمت شما عرض کنم، سیستم کامپیوتری است که هیچ گونه تخلف ده اونجا. در ترانسپورت زمینی بله، می با نادری که شما ازش نام بردین، بله، به خاطر سیستم بسیار کون است، به این معنا که اونجا وقتی که تو کمیشن میگیری یک رسید کاغذی میده به طرف، توجه کردین؟ یک رسید کاغذی به طرف میده. ما از روزی که در وزارت آمدیم در این مورد خیلی تلاش ها کردیم که به اصطلاح ما می بنادر رو مثل کشورهای دیگه کامپیوتری بسازیم، به این معنا که پول به فرد نتن، به سیستم بره، توجه کردین؟ یا به این معنا که به اصطلاح وقتی موتر
تیر میشه اتومات یک سیستم باشه که ثبت کنه بچه توجه کردین یا چارج کنه به اصطلاح. بله منتها متاسفانه تا هنوز در این مورد ما موفق نشدیم. ما از کجا پیش رفتن کار شما؟ فقط ما نیم سال یک مقدار بودجه به ما داده شده که ما یک مطالعه کنیم سیستم رو توجه کنیم، چون میگه که در افغانستان با این وضعیتی که جغرافیایی که افغانستان داره ای احتمال از این نیست که این امکان امید افغانستان شد، ولی امکان از این هست چرا نمیشه. ما گفتیم اگر این سیستم نمیشه و حداقل بانک ها بیاید نمایندگی های خود بنادر باز کنه، توجه کردیم صاحب موتر پول خود به نماینده ما نده، به کارمند ما نده، در بانک تسلیم کنه رسیدش بیاره به نمایندگی ما بده، این میشه که یک مقدار به اصطلاح جلوی فساد گرفته شد. با این که ما چندین مکتوب به افغانستان بانک روان کردیم، به بانک ملی روان کردیم، به بانک های خصوصی روان کردیم، ولی نتیجهش تا هنوز متاسفانه یک بانک حاضر نشده، میگه دهی دشت امنیت ما درست نیست، ما اینجا نمیتونیم بانک واسه کنیم، نمایندگی واسه کنیم، اینا مشکلات است. یگانه راهی که به اصطلاح بتونیم جلو از این فساد بگیریم که سیستم کامپیوتری شوه و ضمناً انتقال پول از شکل فیزیکی که پول نماینده ما میگیره یا کارمند ما میگیره به سیستم شوه. تا اون نشده یعنی مشکلات ما هر وقتی که شکایت شده خدمت شما عرض کنیم که هر وقتی که شکایت شده کارمند تبدیل کردیم، هر وقتی که در این مورد ما سند گرفتیم کارمند به سران مالی معرفی کردیم، یعنی هر اقدامی که ما کردیم و ایر برات میگیم اقدام ما 100% نتیجه نداده. دلیلش هم بسیار روشن است، سیستم بسیار کن است که پول فیزیکی در بنادر تبادله میشه. هر وقتی که پول فیزیکی تبادله شود اونجا فساد وجود داره. در بسیاری وقتا که ما شهروندا را پرسان میکنیم یا بعضا با مامورین وزارت ترانسپورت به نحوی طرف میشیم پرسان میکنیم، اکثرا میگن که همین پولی که در بندرگاه دزدی میشه ای به شکل سیستماتیک و بند نیشکر تا بسیار بالا میه، تا ریاست ها میه تا حتی بالاتر. شما تا کجایش همی پذیرین؟ ما هیچ جایش البته بالایش که شما اول قدم به پذیرفتین آخر شما هستین. اینا ببینید یک چیزه، یک کسی که دوام یک کسی که پول میگیره از یک کس نه خونه میگه من خودم میگیرم، میگه ما بالاتر کس توقع داره نه. اگر او بگه خودزو مامور میگه تو چیکاره که پول میگیری، طبعا وقتی که فساد میکنه به نام ما هم یعنی رنج ما درد ما هم همی است به عنوان مسئول ترانسپورت که همی ادعا صورت گرفته نه. اینا ما... شما نمیگیرین پول به هیچ وجه 100% هر یک پول و ما شما تمام اینا موینا و وزیر و رئیسایتان ما یک مسئول دو بار تمام این مسئولین بنادر رنج در یک ورکشاپ میخوایم. یک دفعه شما صدای ما را از طریق مطبوعات هم شنیدید، بر تمام جا به صراحت گفتم از ما گرفته تا فامیلم تا مسئولین امنیتیم تا موینا تا هر کس دیگه و هر نامی که شما تقاضا میکنه این مطبوعات هم هست ما هم هستم بگویم، توجه کردیم. من حاضر نیستم که به اصطلاح یکی از کارمندای یزی وزارت اونایی که به اصطلاح موینا یا رئیسا یا مسئولین مربوطه در این رابطه مداخله کنه، توجه کردیم. ولی متاسفانه ما الان براتون تکرار میکنیم تا سیستم تغییر نکنه ریشه کن کردن از این فساد بسیار کار آسان نیست. پس به این معنا که وزارت ترانسپورت باید سیستمش تغییر کنه، در غیر از او فساد نباشه، سیستم جمع‌آوری عواید باید تغییر کنه، نه تنها در وزارت ترانسپورت، در هر جایی که میت سیستم عایداتی هست یا اداره عایداتی هست تا سیستمش تغییر نکنه فساد وجود داره. اگر شما فرضاً گفته نمیتونید که برای یک موتوردار که تو شب نبیا، ما شب بندر ما بسته است 24 ساعت است نه؟ بله ما چی وقت از داره؟ 24 ساعت خود نمیتونه یک نفر در پالوز استاد باشه و ور کنترل کنه، توجه کردن یک بله. تا سیستم نباشه و سیستم کنترل نکنه این مشکلات وجود داره. با این که الان ما برتون ایره یعنی شما اگر اوایل سالهای گذشته وزارت ترانسپورت مقایسه کنید، توجه کردین با اینی که ما بسیار جدی کنترل کردیم سال گذشته در هر گمرکات یا بعض موارد دیگه اونا از عواید کمبود داشت. ما در سال گذشته با مقایسه سال قبلیش ما در حدود 240 میلیون افغانی ما عاید داشتیم، یعنی اضافه داشتیم، زیاد داشتیم عواید ما. ولی اگر کنترل شد و سیستم تغییر کنه، توجه کردین از این هم بیشتر میشه. یک گپ دیگه هم گفتم میشه که اکثرا اقامات دولتی مثلا چی در شورای ملی هستن چی زورمندای دیگه هستن، سر شما فشار میارن که دوستای از نو نزدیکای از نو را در بنادر تعیین کنه. شما چند مورد از این هم دارین که بر شما واسطه کرده باشن، پیش شما آمده باشن، از شناخت شما مثلا از روابط دوستانه شما
یکی زیاد دستی واسطه زیاد است. این زیاد هر و دلیلی هم که نمیخواد دوانادر تعیین شوند اونمو دلیل مشخص است دیگه که نمیفهم. خب به هر حال واسطه زیاد است، ما قبول میکنیم در بخش های عایداتی واسطه ها زیاد است. یعنی شما باور کنید در بخش های عایداتی واسطه ها زیاد است، در نمایندگی های خارجی واسطه زیاد است. ما فرزن امیال شاید در رابطه با می تعیین در بنادر عایداتی در نمایندگی های خارجی خیلی کسا ناراض شده باشه، به دلیل از اینکه ما وقتی که یک کارمند ما از طریق اصلاحات اداری اونجا مقرر میشه توجه کردیم، ما اور بدون عذر موجه از کار برکنار نمیتونیم، در جای از کس دیگر معرفی نمیتونیم، توجه کرده. ولی با اون هم در یک کشور رو چیزا وجود چند نفر شما راضی ساختین و چند نفر شما خفه هست؟ خیلی مردم شاید از من ناراض باشه به خاطر اینکه تعداد خوش است. یک تعداد البته که نفراش باشه خوش است قبول شدن دیگر بله. و اونا هر مسئولیتی که میگیرن چون شما نصبشان کردین مربوط به شما نمیشه. نه طبعا ما گفتیم که ما اگر ما نصبتان میکنیم بخاطر از اینکه در هر بخشی که فساد وجود داره، توجه کردین فساد وجود داره، در اونجا باید اینمی موارد باید جدی در نظر گرفته شده، توجه کردین. ولو هم یک کسی اونمون جنوم فرضاً یک بندر ما داریم، یک کس توسط واسطه همون گرفته، اگر اینال او عواید کم شوه، توجه کردین عواید کم شوه، ما بخوایم اور پس کنیم، ما واسطه دار از او صد بهانه صد دلیل میاره که این سال این رقم شد این رقم شد. ما یک مثال بسیار ساده، یک از ولایت ها یک از عواید بسیار کم شده، ما این را برطرف کنیم، توجه کردین. این رفت صد دلیل دیگه از والی آورد، از دیگه کجا سند آورد، ای آورد، او آورد، شواهد های مختلف جمع کرد آورد که یعنی دلیل بوده کم بوده، یعنی دلیل بوده کم بوده، یعنی دلیل بوده کم بوده. یک بار دیگه هم شما برازی همین فرصت بدین کی بره. ما گفتم خب برحال یعنی یک بار دیگه هم فرصت، ولی اگر تا در این موارد ما میخواییم به صراحت بگیم ادارات مختلف همکاری نکنه، یک نفر هیچ کار نمیتونه. ما چی میتونم؟ ما یک نفر همین شیشتیم کل ادارات. پس شما مثل گندمی هستین در بین دو سنگ آسیاب، از یک طرف دوستا همکارای دولتی شناخت و از یک طرف هم مشکل دیگه. بله. شما تعیین میکنن، اونا مصرف میکنن، سوء استفاده میکنن از خوبی شما، از کار شما و در آخر شما نمیتونید زوب پس هم کنید به خاطر کونا به خاطر اصلاحات اداری. البته نه، به خاطر ببینید یک مشکلی که واقعا در کمیسیون اصلاحات اداری این وقتی که ادارات سیستمی رو تا و معاش را در او اداره تطبیق میشه ایست که میگه یک نفر را بدون ارزیابی تا 6 ماه تمام نشده بدون ارزیابی تو نمیتونی پس کنی. یعنی ما که امیر عطا هستم، وزیر هستم، ما باز می دلیل دارم. ما البته اقدام خود کردم پیش از 6 ماه، ما گفتم که اگر تا 6 ماه تو اجازه بدی فردا ما امیر دمای اول دک بنادر عایداتی تعیین میکنم. این رفت عواید تنقیص شد، توجه کرده. ما تا 6 ماه انتظار کنم که خانه رو خراب کنه؟ بله، توجه کرده. پس به این معنی که اصلاحات اداری نه تا شما را کمک میکنه بلکه بر شما درد سر ایجاد کرده. البته ما در این موارد ما اقدام خود کردیم، به فرض مکتوب به اصلاحات اداری دادیم که با این دلیل ما این نفر را نزد پست. چقدر این اصلاحات اداری را شما یک اداری مفید میدانید که میتونه به تمام وزارتخانه کادر مسلکی روان کنه؟ چون همگی از اونام شکایت دارن. ولا نمیخوایم دیمی و آخر اصلاحات اداری از ما خفه شوه، غیبت شوه، ولی اصلاحات اداری تا به یک اداری واقعا خدماتی ملکی متخصص تبدیل نشده مشکل افغانستان حل نمیشه. تشکر. سوال آخری خود درباره انتخابات. ما خوشبختانه انتخابات بسیار خوب داشتیم، بیش از 7 میلیون از شهروندان ما رفتن پای صندوقای رای، نشان دادن که ما میخواییم قدرت سیاسی به شکل سلامیش انتقال پیدا کنه و یک موفقیت کلان به تمام مردم افغانستان بود. شما در 2009 سمت یکی از مدیران درجه یک کمیسیون مستقل انتخابات داشتین. چی فرق در این دو انتخابات میبینه؟ در یک فرق واضح و روشن ایست که از 2009 تا حال 5 سال تیر شده. طبعا تجارب را کمبوتاتی که دو انتخابات است، کارمندای انتخابات از او درسای را آموخته که تانیست انتخابات را تامی لحظه البته خوب مدیریت کنه، توجه کردیم. در انتخابات چند نکته مهم است. یک فرق دومش است که او انتخابات های قبلی البته با یک فرمان تقنینی مدیریت میشد، توجه کردیم، و یک بخشی هم خارجا داخل بودن، توجه کردیم. ای با یک قوانینی که از طریق مرجع اصلیش که پارلمان افغانستان بشه تصویب شده و رئیس جمهور توشیح کرده با او مدیریت میشه.
فرق سوم میشه که کاملا افغانیست، اما امنیتش تامین نیست از طریق افغان ها تامین شد که نیروهای الحمدلله نیروهای امنیتی ما قادر به این شد که واقعا کار بسیار خوبی را به انجام برسانه و امنیت انتخابات تامین کرد. ما یک نکته خدمت شما اشاره میکنم که در هر پروسه همکاری مردم شرط است. تا این لحظه که مردم وظیفه‌اش بود اشتراک در انتخابات، مردم خوب همکاری کردن، با پای صندوق‌های رأی آمدن، با وجود تهدید آمد. ما هم میره به عنوان یک جشن ملی بر مردم افغانستان تبریک میگیم که تا این لحظه مسئولیت خود ادا کرد، آمد از هیچ گونه رعب و ترس و هراسی را به خود راه نداد، با پای صندوق‌های رأی آمد. حالا نهادهایی که مسئول است، توجه کردین، مدیریت اونها هست که یک انتخابات را به سر برسانه که قابل قبول باشه. توجه کردیم برای بر کاندیدا، بر طرف، بر مردم افغانستان، این بخشش از آل نو شروع شده. بله. از آل نو شروع شده. مسئولیت نهادهای هست که تا این لحظه به اصطلاح مردم همکاری کرده و اونام تدویر کرده انتخابات را موفقانه پیش رفته. ما آرزو میکنم، امیدوار هستیم که تا لحظات آخر، تا نتیجه نهایی انتخابات میبره به این شکل خوبی پیش بره و بر مردم افغانستان قابل قبول باشه. توجه کردین یک از آرزوهای. بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت گفتگو را دادید. بیننده عزیز، این بود برنامه امشب ما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.